خب میایم اینجا بریم سراغ منی تو منی پولیمورف. ما میایم اینجا و اصلا ما که با این صفحات اینا کار نداره. یه دونه پروژه من ساختم آماده است برای استفاده کردن و طبق معمولم ما یه چیز داشتیم به نام HTTP کنترلر و مودلز هم باز بود و گزینه چی دیگه بود؟ مایگریشن یا تو موشه دم دست میذاشتیم، سیدر اینا رو دم دست میذاشتیم، مودل HTTP همه اینا دم دست بود دیگه، ریسورس ویو نمیخواد دم دست اون باشه و روتمون هم دم دست باشه. اینا رو هم پاک میکنم، میام اینجا و اینجا هم که داره کارشو میکنه میایم یه کوچولو توبت بکنیم در مورد پولی مورف به صورت منی تو منی. خب بریم ادامهشو بدیم. خیلی مهم من اینایی که دارم میگم شاید به کار نیاد ولی اینجوری نیست، به جاش به کار میاد و شما باید یاد بگیرید. خیلی از چیزها رو بهتون گفتن بعدا یاد میگیرید ولی خب واقعیت همینه که همینجا یاد میگیرید و به کارتون میاد. خب من یادم نمیاد فیلم شما رو چندم بودیم. ریلیشن منی تو منی و پولیمورف و پولیمورف این وان تو منیش بود جلسه پیش گفتیم و اما منی تو منی. آقا ببین منی تو منی چیه؟ دوستان عزیز شما یه چیزی دارید به نام ویدیو، مثلا فرض کن تو آپاراتی، تو آپارات یه قسمتی داری به نام ویدیو، یه قسمتی داری به نام پست، یه قسمتی داری به نام تگ. آقا شما بالاخره یه چیزی به نام ویدیو دارید دیگه توی آپارات دیگه، یه جدول به نام ویدیو دارید، یه جدولی هم به نام 100% پست هم دارید، یه جدولی مثلا به نام میوزیک هم میتونه داشته باشی. خب یا من بگو که آیا میتونه جدولی به نام تگز اینجا وجود داشته باشه؟ یا اتونه مثلا ما به ازای هر دونه ویدیویی که میتونم داشته باشم توی پروژه قبلی، به ازای یه دونه ویدیو میتونستم کلی تگ داشته باشم، به ازای یه تگ میتونستم کلی ویدیو داشته باشم، درسته؟ تو یوتیوب همین شکلیه، طرف سرچ میکنه HTML، تگ HTML زده، کلی دور فیلم HTML میاره و میزنه مثلا مثلا میره تو کاناله میبینه که تو قسمت تگاش گذاشته مقدار HTML. یعنی چی؟ یعنی که من میتونم یه ویدیو داشته باشم، یه ویدیو داشته باشم کلی تگ داشته باشه، مثلا تگ HTML خورده باشه، تگ CSS خورده باشه، تگ فرانت خورده باشه، تگ تمپلیت وب و کلی، و یه تگ HTML هم میتونه به کلی ویدیو داده بشه، درسته؟ بله. برای پست هم همینطور و معکوسش هم همینطور. پس این تگ حکم چی رو داره؟ منی تو منی، منی تو منی. ولی خب نکته ای که اینجا داره این ازش که منی تو منی که تو داری استفاده میکنی، آقا این تگ میتونه برای پست باشه، برای ویدیو میتونه باشه، برای کامنت میتونه باشه، برای میوزیک میتونه باشه، برای پروداکت میتونه باشه. پس من میتونم کلی جدول اینجا داشته باشم، از این تگ بیام استفاده بکنم و بیام اینجا این تگ رو جنریت بکنم. بریم ببینیم چجوری میشه جنریتش کرد. طبق این چیزی که اینجا دارید میبینیم میگه ما منی تو منی میخوایم بسازیم. میام اینجا من راحت مینویسم، سختم نمینویسم، میام و اینجا برمیگردم میگم CLS PHP Artisan Make Model Post -M SF Cedar Factory. یه دونم پروداکت ببینم، نه یه دونم ویدیو، یه دونم PHP آرتیزان ویدیو و یه دونم تگ.
نمیدونم گزینه تگ این هم همینطور. خب آب خوردن میام میرم اینا رو شروع کنم پر کردن. خب دیگه این خیلی راحت پر کردنش، ساده تر و تمیز. پست رو من اینجا فقط میام یه استرینگ میذارم، اینجا تیبل میذارم، یه استرینگ مینویسم تایتل تمام. برای این ویدیو هم همینطور دالر تیبل استرینگ تایتل تمام و تگم یه دالر تیبل استرینگ یه نیم و اینا رو میزنم. یه پی اچ پی آرتیزان مایگریت رو میزنم بره سی ال اس پی اچ پی آرتیزان مایگریت میزنم برمیگرده میگه همش دیتابیس رو نمیشناسه. درست میگه، کاملا کاملا درست میگه. بله میام میرم توی پی اچ پی مای ادمین، میام میرم تو قسمت لایتک، اول اینو خالیش میکنم. الان خالی شد. یه دقیقه میریم تو ای ام وی و لایتک رو میزنی و پی اچ پی آرتیزان آرتیزان مایگریت میزنیم و الان مایگریت میشه. F5 رو میزنیم کامل اوکی هستش. پست و تگز و ویدیوز. خب بریم یه دقیقه سرتی، اصلا نمیخواد از سیدر و فکتوری استفاده کنم. من اینجا یه پست داش وام میذارم، یه گو میزنم، بس دیگه همین، یه مقدار دو میزنم، اینو میکنم پست شماره دو و یه دونه ویدیو میذارم، مینویسم اینزرت، مینویسم ویدیو، ویدیو وان و دو، ویدیو یک و ویدیو دو. تگ چی؟ حالا هرچی خود دوست داری تگ بزن. مثلا من اینجا می نویسم HTML CSS JS همه اینا رو می تونیم نویسیم. HTML CSS JS و مثلا ریاکت هستن چارت. این چارت ها رو هم زدم. الان پست دارم دو تا، یه دارم گزینه دارم مثلا به نام ویدیو دو تا، تگز هم دارم چهار تا. این عین منی تو منی میمونه. بعد چیکار کنیم این وسط؟ دوستان بگن پی اچ پی آرتیزان میک مایگریشن دیگه. بعد یه مایگریشن بسازیم، می نویسم کرییت تیبل تگز داش داش کرییت. اسم چیز شو باید چی بذاریم؟ خب بیایم اینجا ببین، من اینو تو داکیومنت گذاشتمش. این پستت، ویدیوت، تگت. ببین تگ اگه میخواد جدول ایجاد بکنی، اسم جدولش رو باید بنویسی تگ ایبلز. خب یعنی قرار هستش که تگ ایبل، شما یادتونه ایمیج ایبل میذاشتید، اینجا میایید اسم هر چی رو که برای مورفتون میخواید بذارید و جمعش رو بذارید. یعنی اگر تگ ایبل میخواید بذارید تو مورفتون، یادتونه میذاشتیم تو مورف بود میذاشتیم تگ ایبل، اگه اینجا میخواید بذارید مثلا تگ پولی، تگ پولی، و اینجا بذارید چی؟ تگ پولیز، و جمعش کنید. حالا اینجا نوشته مثلا تگ ایبل. خب قانونش رو باید بخونی، توی خود داکیومنت هم گذاشته. من میخوام از تگ ایبل استفاده بکنم، میخوام از تگ ایبل استفاده بکنم، از چیکار میکنم؟ می‌نویسم اسم جدول رو داش داش کرییت تگ ایبلز، یعنی تگ رو گذاشتم دقیقا همین چیزی که این گذاشته تگ ایبلز، و میذارم برام بره چیکار کنه؟ جنریت کنه. اینی که میزنی برای جنریت میکنه، میای پایین، این که نیمشه، این تگ ایبلزه،
یه تگ آیدی میذاری و میای میگی تگ آیدی میاد به خود آید در واقع جدول تگ میاد وصل میشه، یه دونه هم تگ ایبل میذاری. بیا ببینیم چی میشه اینجا، چون باید بیای در واقع چیزی که هستش اینجا شما باید یه دونه لولا بذاری، همون پیوت که میذاشتیم تگ ایبلز و این تگ ایبلز در واقع میاد به هر کدوم اینا میتونه در ارتباط باشه. خب میام اینجا برمیگردم میام این زیر و تگ ایبلز رو میام اینجا برمیگردم میگم که دالر تیبل تیبل آن ساین بیگ اینتیجر تگ تگز بود دیگه میکنی تگ آیدی و دالر تیبل، اینا به همین راحتی فارنت میشه تگ آیدی. این قسمتش اینه وان تو منی میمونه، گزینه آن آن تگز و تیبل تگز و ریفرنس تگ باشد آیدی و اینم آن دیلیت کس کید. خب اینش از این. یه دالر تیبل مورف هم داشتیم، مورف تگ ایبل نه دیگه ایبل ایمیج ایبل و زش خیلی قشنگ بود تگ آیدی تگ این ایمیج بهتون گفتم ایمیج ایبلز، مثلا اگه میخواید تگ ایبلز میاد اینجا تو مورفه در واقع میاد حالت مفردش قرار میگیره. خب اینو میزنیم، اگر بیاید اینجا بنویسید PHP artisan migrate میزنی برات میاد میسازه، الان میای اینور اونور و F5. اگر بیاید برید توی tags باشه tag ایبلز، تو tag ایبلز یه tag آیدی داریم که به اون آیدی اون اشاره میکنه و یه tag ایبل type یه tag ایبل آیدی. این که تو want to many دیدینش دیگه اینو، این که زیاد سخت نه، ولی اینجا اومد یه tag آیدی هم اضافه شد. خب اومدیم اینجا اینا رو هم اضافه کردیم. و اما توی قسمت پست و ویدیو، تو قسمت پست و ویدیو و توی تگ، توی تگ چیکار می‌کردیم؟ اینجا دارم میگم دیگه، اینجا توی در واقع میام یه دونه تگز میذارم می‌نویسم مورف تو منی، این مورف بای منیه، حواستون باشه این به کجا داره اشاره میکنه؟ تگز ما کجا میذاشتیم؟ الان پست و پروداکت رو ما کجا بذاریم؟ نه تو مدل، اینجا باید کجا مدل بذاریم؟ تگ رو من یه دونه داشتم مثلا ایمیج کامنت، یادتونه جلسه پیش کجا میذاشتم؟ بابا اینو که تگز تگ یادتونه ایمیج ایبل بود، ایمیجز من مینوشتم یادتونه، این داره میگه تگ کلاس تگ ایبل، این یعنی چی؟ بابا این باید تو پروداکت و پست قرار بگیره دیگه، چرا باید اونجا قرار بگیره؟ چون تو اونا من میخوام تگ و صدا بزنم. همون شد رفتی گفتین؟ ببخشید آقا، توی ویدیو میایم اینجا برمیگردیم میگیم پابلیک فانکشن تگز، میام اینجا برمیگردم میگم ریترن دالر دیس چی مورف مورف منی، درسته؟
مورف تو منی، هاز تو منی، یادتونه؟ مورف تو منی. چرا مورف تو منی؟ این هاز تو منی دیگه. مورف تو منی. میام اینجا برمیگردم میگم تگ کلاس. اینجا چی دیگه میذاشتی؟ تگ ایبل. اینو گفتم میتونه متغیرم باشه. خب آره بهتره که استفاده نکنی. تو کجا گذاشتم من اینو؟ تو ویدیو همینه برمیداره. تو کجا میذاری؟ تو پست هم میذاری. آره دیگه، اونا که بهش وابستن اینا تگ زن دیگه. به کی هست؟ به تگا. تگا وابستن. حالا معکوسش توی تگ باید چی بذاری؟ public function posts. اونم posts دیگه، یه تگ میتونه به کلی مقدار داده بشه. return dollar this morph. این morph to many یعنی در واقع همون has to many خودمونه. حالا اون belong to بود دیگه. belong to اینجا باید چی بذاریم؟ مورف بای منی. مورف ایده هم دارم. مورف بای منی یعنی به وسیله اونا. میام اینجا برمیگردم میگم پست کلاس و اینا چی؟ تگ ایبل. یه دونه همینه کپی میکنه، کنترل دی میزنی، اینو عوض میکنید، میکنیدش پرو داگ. ببخشید ویدیو راست میگه. ویدیوز اینو میکنه چی؟ ویدیو. این هم از این. اومدیم اینجا اینا رو با هم دیگه وصل کردیم. خب من کنترلر ندارم. بریم تو فیلم بعدی.